تئاتر مفهومش در زنده بودنشه، در لحظه بودنشه. و به شخصه من چون فکر کنم به فردیت منم نزدیکه، بعضی وقت میگم که فکر کنم تئاتر من رو انتخاب کرده، من تئاتر رو انتخاب نکردم، چون به شخص من عشق من اینه که ارتباط مستقیم با انسان‌ها داشته باشم. برای همینه که من معمولا با دوربین مشکل دارم. الان خوشحالم که با دوربین حرف نمیزنم، دارم با شما حرف میزنم. یکی دیگه از عوامل و دلایلی که میتونم بگم تئاتر رو دوست دارم، فکر میکنم بی‌نهایت سیاسیه، یک اتفاق سیاسی. حالا منظورم از سیاسی نیست که زنده باد مرده باد درش، اصلا نفس عمل تئاتر وقتی که جمعی میره وارد یک سالن میشه، در یک محوطه وارد میشه که شاهد یک اتفاق زنده باشه، عمل در نفس خودش بسیار سیاسیه و بسیار عمیق، سیاسی خوب در حقیقت من میتونم بگم. در نتیجه برای همینه که بسیاری از سیستم های دیکتاتوری با تئاتر مشکل دارن. اولین هدف و تارگت به قول معروف رژیم های دیکتاتوری میره طرف تئاتر، از زنده بودن و در آن بودن و آنیت تئاتر بی نهایت می ترسن. بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. اگه درست، اگه تئاتر درست اجرا بشه، بسیار مفیده، بسیار عمیقه و بسیارم خطرناکه. برای آدمایی که زیاد با آزادی بیان میونه نداره. خب سوال من اینه که شما این نظریات رو قبل از اینکه تئاتر رو شروع بکنین در ایران، خوندن تئاتر، تحصیل در زمینه تئاتر رو شروع بکنین داشتین یا بعداً ایجاد شد؟ اصلا چی شد که رفتین به سمت تئاتر؟ سوال بسیار خوبی میکنید. نه من نمیتونم مدعی بشم من جوان 17 18 ساله من نگاهی نمیدونم داشتم، فلسفه‌ای داشتم. نه من مثل هر جوان دیگه اول کششم به طرف تئاتر، طبیعتاً اون عشق به بازیگری بود. اونقدر شاید اندیشه ها و مفاهیم تئاتری که در تئاتر میتونه مطرح بشه اونقدر شاید برای من مهم نبود اون زمان. من میخواستم بازیگر بشم، چیز طبیعیه، میخواستم شناخته شده بشم، برم رو صحنه و نهایتاً برم فیلم بازی کنم و در سینما باشم. نه این مفاهیم به مرور برای من کشف شد و در حقیقت من رو یک انتخاب رسوند. یعنی یه زمانی واقعا برای من این سوال بود که چرا نه سینما، چرا نه هنرهای تجسمی مثلا، چرا نه موسیقی، چرا تئاتر. به مرور من عشقم به تئاتر عمیق‌تر شد، گسترده‌تر شد. نه این چیزی که الان دارم بهتون در میان میذارم و چیزی رو که گفتم در طول سالها من بهش رسیدم و هنوزم تمامی نداره، چون برای من جستجو یک چیز لاینفک زندگی منه به عنوان آرتیست، به عنوان انسان. من هیچ‌وقت از جستجو دست بر نداشتم و تئاتر جاییه که به من اجازه میده جستجو کنم. که دارین ازش صحبت میکنین، آیا این یک علتی بوده برای اینکه سهیل پارسا اون چیزی باشه که الان هست؟ منظورم از این حرف یک کارگردان تئاتر ایرانی است که در جامعه بین‌المللی پذیرفته شده به عنوان یک فرد مطرح تئاتر، راجعش صحبت میشه و خودش رو محدود نکرده به تئاتر ایران. فکر میکنم
چطوری جواب سوالتون رو بدم؟ من فکر می‌کنم اون کنکاش درسته. اون کنکاش بدون تعصب وقتی که میاد اینه. واقعا وقتی که من اومدم کانادا با این نیومدم که من از فرهنگی آمدم که 2500 سال دارد و بقیه آدمایی که دارم در این کشور میبینم 150 سال و مثلا تاریخشونه و با تحقیر به این آدم نگاه بکنم، در نتیجه اصلا اون سفر اون کنکاش منو وادار کرد به اون عشقی که داشتم برای فراگیری و پیدا کردن تئاتر جهان. اولین چیزی بود من تعصب رو دور بیندازم، چون تئاتر فقط تئاتر ایران نیست و تئاتر ایران خیلی زیباست، من تحت تأثیر بسیار از نمایشنامه‌نویسان خوب مملکتمون بودم، سرزمینمون بودم. ولی آره اون کنکاش بود که شباهت ها چیه، چون برای من انسان مهمه. انسان بدون هیچ برچسبی، انسان به معنای خودش، یعنی هیچ وقت برای من مذهب، قومیت، ملیت آدم ها برای من مهم نیست، من نفس انسان برای من مهمه. و برای همین من به اون کنکاش رفتم که انسان رو پیدا کنم. و در طبیعتا من آشنا شدم با تئاتر جهان و شباهت ها رو دیدم. برای من بسیار مهم بود که اون شباهت های انسان، نقاط مشترک انسان ها رو اول کشف بکنم، چون اختلاف ما متفاوتیم، تفاوت زیباست، اصلا منظور نیست که ما همه یکی هستیم و یگانه هستیم، یک جور هستیم، نه، ما متفاوت، تفاوت های فرهنگی وجود داره. ولی در این حال برای من بسیار مهم بود که بشریت ما چیزای مشترک بسیار با هم داریم که اگر اون نقاط مشترک هست بشه، احتمالا جنگ کمتر خواهد بود، آدم کشی کمتر خواهد بود، که اینا جست میتونم بگم جز تمای کار من در نمایش های من که میتونم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. یک شاخصه بارزی هست توی کارهای شما که من میبینم، اونم استفاده از افرادی با پس‌زمینه های ملی و قومی مختلفه در کارهایی که انجام میده، حتی لهجه های مختلف بدون اینکه گاهی اوقات لزومش حتی حس بشه. و ضمن اینکه من میبینم که در کنار اون مؤسسه تئاتری که ایجاد کرده بودین، الان یک مؤسسه دیگه هم ایجاد کردیم به اسم پست مارجینال، ورای تفاوت، من ترجمهش میکنم، نمیدونم شما چی ترجمهش میکنید. و اصلا به این منظور که افرادی رو با بک‌گراند های مختلف و پس‌زمینه های مختلف بیارین و با هم همراه بشن در کاره، راجع به این برامون صحبت کنیم. ببینید وقتی که من اومدم تو این کشور سال 84 85 وارد دانشگاه شدم، اصلا شرایط جامعه تئاتر کانادا به این شکلی که الان هست نبود. من به عنوان کارگردان به قول یک تئاتری که وارد شدم تو این کشور، رفتم مدرسه تئاتری، واقعا یک به قول معروف چیز غریبی بود برای خود سیستم اینجا، چون اصلا قبل از اون وجود نداشت. کل فرهنگ قالب فرهنگ سفید پوست کانادا بود، سفید پوست های اروپایی ها اصل کانادایی بودن. در نتیجه حتی پذیرش من به راحتی نبود. الان خیلی متفاوت شده، یعنی پس 30 سال 35 سال که دارم بهش نگاه میکنم، خیلی شرایط کانادا فرق کرده. در نتیجه اون اولین چیزی بود که برای من سوال بود که چرا من فقط به خاطر ملیتم، به خاطر فرهنگم، به خاطر رنگم، من چرا باید انقدر سختی بکشم که وارد این بیزنس بشم و وارد جامعه حرفه‌ای تئاتر کانادا بشم. خب طبیعتاً این سوال از اونجا بود و بعد به مرور طبیعتاً برای من مهم بود، همونطور که گفتم انسان، برای من انسان مهم بود، رنگ مهم نبود، ملیت مهم نبود، قومیت مهم نبود. در نتیجه به صورت خیلی آگاهانه من شروع کردم از همون اوایل به چالش کشیدن فرهنگ قالب تئاتر کانادا رو. نه اینکه بگم اصلا نبود، ولی مکسیموم ما میتونستیم ببینیم که مثلا سیاپوستا بودن، چون سیاپوستا تقریبا تاریخ عمیق‌تر و طولانی‌تری به عنوان اینو در اصلا جزء لاینفک آمریکای فرهنگ آمریکای شمالی هستن. سیاپوستا تازه اونام در تلاش بودن که جایگاه خودشونو در
تئاتر کانادا و تئاتر آمریکای شمالی کسب بکنن که هنوزم دارن میجنگن. در نتیجه من آره خیلی آگاهانه بود که چجوری میشه تو صحنه ای رو داشته، حتی شکسپیر رو اینا رو کار میکنی و شکسپیر رو بتونه، مثلا من مکبث رو کار کردم و حملت شکسپیر رو تو کار از شکسپیر داشتم، کاملا من به قول معروف این تنوع فرهنگی رو درش آوردن، چون تلی خودم برداشت من این بود که شکسپیر داره در مورد روح انسانی حرف میزنه، در مورد مکبث نباید حتما سفید پوست باشه، هملت باید حتما نمیدونم مال دانمارک باشه یا اروپایی باشه. در نتیجه هرچند در مورد مثلا هملت من مکبث من سفید پوست کانادایی بود، ولی نقشا عوامل دیگه، یعنی 12-13 تا بازیگر دیگه از کشورها از فرهنگ‌های گوناگون می اومدن و بعد این به مرور تقویت شد، چون دوباره اون چیزی که من دنیا رو اینجوری میبینم، من برای من اون نسل بشری رو صحنه، من رو نسل بشر رو بدون هیچ تعصبی دوست دارم، بدون هیچ تفاوت‌های فرهنگی و رنگ این انسان‌ها و قومیتشون من دوست دارم. در نتیجه این چیزی بود که خیلی آگاهانه ولی به صورتی که واقعا تحمیل نشه، یعنی باید در ضمن وقتی که تو بازیگر نمیدونم از آمریکای لاتینو میاره و داره با یک نمایشنامه بازیگر سفیدپوست آمریکایی روسا هست، باید توجیه آرتستیک هم داشته باشه. در نتیجه این نبود که فقط بیاره یک سری رو قاطی بکنه رو صحنه بریزی و برای همین هم از نظر منتقدین یعنی هیچ وقت اینا دوچار سردرگمی نشدن و همیشه هم منتقدین بمورد دیگه، مخصوصا این اواخر دیگه واقعا مورد تحسین بود که میتونی بری کاری از سویل پارسا ببینی و این ادغام تنوع فرهنگی رو صحنه ببینی و هیچ مشکلی، یعنی احساس نکنی که تحمیل شده است و دکون سیاسی باز کرده، چون حالا چون خودش مهاجر خاصه چهارتا مهاجر هم رو صحنه بیاره. این چیزی بود که از نظر فلسفی و از نظر فکری برای من بسیار مهم بوده و خوشحالم که موفق شدم و اینو در تئاترم چیز کردم. سید جان در تئاترهای شما، من حالا اگر بخوام لیست تئاترهای شما رو بگم خیلی طولانی نیست، ولی در تئاترهای شما که نگاه میکنم چند تا چیز نظر من رو جلب میکنه. یکی این که شما خیلی ظاهر قضیه اینه که به متون کلاسیک، چه کلاسیک غربی چه کلاسیک ایرانی، علاقمندین و کار کردین تئاترها رو، ولی خب در هر کدوم خب به تعبیر شخصی خودتون همیشه دخیل بوده و نوع تفکر شخصیتون تأثیر گذاشته. چرا کلاسیک؟ سوال خوبیه، خیلی این سوال از من میکنن چون میدونن که من عشق عجیبی به کلاسیک و کلاسیک مدرن دارم. کلاسیک مثلا برمیگره به شکسپیر و کارهای یونان قدیم و کلاسیک به قول مدرن که میشه مال قرن بیستم میشه، نمایشنامه نویسای معتبر قرن بیستم مثل چخوف، مثل بکت، مثل یونسکو، مثل لورکا و غیره. برای من خیلی جذاب این اکثر کارهای کلاسیک، سوال این که چرا اینا دووم آوردن، وقتی که چیزی که دووم میره و میمونه یعنی یک روح گسترده‌ای به نظر من انسانی درش هست که زمان و مکان نمیشناسه و معمولا تولیدات من همیشه بی زمان و بی مکان بوده. اکثر کارهای برجسته و کلاسیک اون روح بی زمانی و بی مکانی خودشو داره و اون اتفاقا چون زمان و مکان نداره اجازه میده من تنوع فرهنگی داشته باشم. برای همین مثلا عروسی خونه من بی نهایت مورد تقدیر قرار گرفت چون اون زمان و مکان رو من ازش گرفته بودم. در نتیجه من حدود 5-6 بازیگر بسیار حرفه‌ای و معتبر از کشور مختلف داشتم. در نتیجه اصلا این روح انسانی، روح بی زمان و بی مکانی آثار کلاسیک به من اجازه میده که اون کاری رو که دوست دارم بکنم و در ضمن بسیار هرچند زمان و مکان نداره
همه هم معتقدن که بسیار به زمان و مکان مادر خانواده نزدیک میشه. حالا چرا دیگه جزئیات بعض خیلی ناخودآگاهه، چه اتفاقاتی در تئاتر من میفته اینقدر آگاهانه و عقلانی نیست، بعض وقتا میره یه جایی که خودم هم تعجب میکنم.